دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواییم نحوه فروش این توکن هایی که خریدیم ما با همدیگه یک مرور کنیم. دقیقا برعکس خرید هستش. خب الان پیک توکن رو میبینید حدود 700 دلار الان من دارم ازش و خب البته تا 850-60 دلار هم امشب اومد، حالا یکم اوف کرده ولی تعداد توکن های من هم در حال زیاد شدن هستش. یه مقدارش الان میخوام بفروشم به خاطر اینکه من 10 دلار اینا رو خریدم، الان حدود 700 دلار شده. فکر میکنم که یک سود خوبی کردم، یعنی 70 دلار 70 برابر الان اومده بالا و خب الان مقداری از پول اون رو میخوام به کار دیگه ای بزنم. بنابراین میایم اینجا و توی همون صرافی پنکیک وارد میشیم. یه مقدار هم شبکه شلوغ هستش، خرید و فروش ها را با مشکل مواجه کرده احتمالاً، ولی خب دیگه بایستی تحمل بکنید. پولش را ببینید، دو قسمت میخوام بکنم پولی که از فروش این توکن به دست میاد. اولا همش را نمیخوام بفروشم، یه مقدارش را میخوام نگه دارم، یه مقدارش را میخوام نگه دارم و خب روی همون حرف مثلا یکی دو ماهی که هستش نگه دارم. یه مقدارشو میخوام ببینید اینجا نگاه کنیم. یکی من الان توی هروستم 1.7 کیک دارم. من یه مقدار کیک استاک کردم توی به اصطلاح چند تا استخر و پول و اینا که توی همین صرافی کیک هستش. حتی چند تا جفت ارز دیجیتال رو با هم دیگه ست کردم که سودای سالیانه خوبی میدن، مثلا 200-300% سود به من میدن. و خب خود کیک رو هم از وقتی که 7-8 دلار بوده من استاک کردم و بعدن پول اون زیاد شده چیزای دیگه باش خریدم. بعد اگ استاک کردم، اسلایم استاک کردم، چیزای دیگه هم استاک کردم که حالا اینا رو هم میخوام در برنامه های آینده بهتون یاد بدم. پولی که از جا به دست میاد رو میخوام دو قسمتش بکنم. اول که خب یه قسمتش رو که نگه میدارم و نمیفروشم از پیگم، یه قسمتش رو میخوام دوره استاک بکنم که نحوه استک کردن رو هم تو برنامه های آینده تو کیک بهتون یاد بدم به چه صورته. یه قسمتش رو هم میخوام بیام و حالا همون ارزهای دیجیتال ارزون قیمتی که خیلی روش نکردن، مثل همین پیک بالا نیومدن، و یا اینکه حالا اون جدیدایی که هنوز نخریدم و اضافه میکنم اونا رو بخرم، 10-20 دلار به اونا اضافه بکنم که اگر یهوی اونا هم مثل این پیک شارپ زدن اومدن بالا، موقع شانس شارپ زدن من چند برابر بشه. از طرفی خب الان تقریبا سود خوبی هم توی پیک بردم دیگه، الان نگرانی ندارم از این بابت. این حالت پیش اومد، ببینیم بالا کانکت ها حتما باید بزنم الان و اینجا ترس ولت رو انتخاب بکنم تا کانکت بشه. الان شبکه شلوغه، این مشکله که تو ویدیو قبلیه بهتون گفتم پیش اومد و به اصطلاح متوجه شدین که دقیقا چی میگم اینجا. اگر که اون علامت نیاد و کانکت نشید اصلا اینجا رو میاره برای شما، ولی خب فایده ای نداره. الان درست شد، ببینید صف x8d اومد، این تو ویدیو قبلی با هم دیگه دیدیم. خب اینا بدونید که اولا حتما از برداشت های ما BNB کم میکنه بازم و باید یه مقدار BNB همیشه داخل به صلاح کیف ما باشه، نمیشه که شما بدون BNB باشید. خب الان بالانس من ببینید 284,187 هستش. حالا مثلا نصفش هم اگه بخوام بفروشم، یا حالا مثلا دو تا 280 تا رو دو تا 140 تاش بکنم، مثلا 140 میلیونش رو بخوام بفروشم، 1,2,3 درست شد دیگه. الان نسبت به اون عددی که دارم 140 میلیونش رو انتخاب میکنم برای فروش. به چه ارزی میخواد تبدیل بشه؟ اینجا میخوام BNBش بکنم. خب
اون درصده رو حالا میتونیم از 5% شروع بکنیم. خب بله الان اومد. ببینید الان میگه که 47% بی ام بی میخواد به من بده. تاییدش رو بزنم. اون عدده رو هم بله میگه که اون کارمزدی هم که میخواد کم بکنه برای تایید. یک کارمزدی برای تایید اینا کم میکنه. حتی اگه شبکه شلوغ باشه این کار انجام نمیشه. خب باز شما میتونید V1 و V2 هر کدوم رو تست بکنید ببینید که تو کدومش از شما بهتر این رو قبول میکنه. و مثل همون خریدی که انجام شده بود دقیقا برعکس اون کار رو باید انجام بدید. با توجه به اینکه خیلی شلوغ شده شبکه شاید یه مقداری سخت باشه الان فروش اینها و یا اینکه فیلد بشه طول بکشه. این مسائل همه به خاطر شلوغی شبکه هستش. خب چاره ای نیست، به خاطر اینکه با این سودای خوبی که داره میده دیگه خودتون میدونید همه دنیا هجوم آورده. یادتونه وقتی بورس خوب بود اون هسته معاملات همیشه هنگ میکرد صبح پا و خب خرید و فروش ها انجام نمیشد، مشکل ایجاد میکرد برامون. اینجا هم الان همین مورد داریم دیگه، فقط اینا در یک اشل جهانی شما ضربش بکنید. موقع ما بورس ما فقط برای ایرانی ها بود و خب مشکلات رو داشت، الان از همه جای دنیا دارن توی این پنکیک خرید فروش انجام میدن و پیگو میخوان بخرن بفروشن. این اشکالات به وجود میاد در هر. خب حالا من در حال خرید این فروش را انجام خواهم داد، چون ویدیو داره طولانی میشه مجبورشم قطعش بکنم. وقتی که انجام شد بعدش دنباله ویدیو را مجدد براتون بگذارم. خب دوستان الان اون اپرووه انجام شد و میایم سراغ سواب. یه اینجا کانفرانس سواب را میزنیم. میگه که شما اگر که اکسپت بکنی این کار انجام میشه. ببینیم روی اون عدد 5 که گذاشتیم قبول میکنه، که خب روی اون عدد 5 قبول نکرد این دوستان. فکر میکنم که برای پیک باید 14 باشه. حالا ما 13 رو میذاریم یه بار و چون توی خریدش اگه یادتون باشه 14 قبول کرد، اگه 13 رو قبول نکرد که حالا 13 هم اینجا قبول کرد توی ورژن 2 برمیگردیم کمترش بکنیم. مثلا 10ش میکنم ببینم 10 را بذارم که خب کارمزد کمتری از ما بسوزونه. مجددن میگه آپدیت شده چون قیمتی داره عوض میشه، آپدیت به خاطر اون هستش. خب 10 را هم قبول میکنه، باز کمترش میکنم. این را ما عدد 8 میگذاریم این بار و 8 رو میزنیم. 8 رو هم قبول میکنه دوستان. باز کمترش میکنم، میگذاریم روی عدد 6. احتمالاً دیگه 6 رو هم قبول کرد. 5 رو گذاشتیم دیگه ها، فکر کنم دیگه 6 رو باید بزنیم دیگه. حالا یه بار دیگه 5 رو هم چک میکنیم. سواب با 5، بله 5 رو هم قبول کردیم بار. سواب چند بود که قبول نکرد؟ 3 رو میذاریم، 3 رو قبول نمیکنه فکر کنم، ولی با 4 رو قبول نکرد.
4 این دیگه بعد اینا رو بزنید ببینید که کدوم عدد کمتره برای شما، هرچی کمتر باشه خب بهتره دیگه. عدد 5، بله 5 رو قبول کرد و یه دلار هم کارمزد این کار هستش که خب اشکال نداره، من اپروف کردم. حالا انشاءالله شبکه شلوغ نباشه و درخواست من رو اکچنجم رو انجام بده، خاطر اینکه خیلی الان شبکه شلوغ شده و یه ذره داره اذیت میکنه در انجام اکسچنج ها. برگردیم به ولتمون و هنوز که انجام نشده این کار. ببینید الان یه درخواست رو سمارت چین ما هست، اون یکی قبلیه انجام شد، چون اونم یه بار انجام نشد این اقیانوسیه، بعد دوباره زدم الان انجام شد. الان دوره یه دونه یک گذاشته روی این اسمارت چین، هم پندینگه. ببینید الان پندینگش کرده و در حال انجام احتمالاً، اینجا که خبری نیست هنوز. خیلی خوب، روشش دوستا اینجوری، حالا اگه انجام نگرفت من مجددا مجبورم یه بار دیگه بزنم و دوباره براتون ادامه ویدیو رو ضبط کنم.